با درود فراوان به همه شما عزیزان، برنامه دیدگاهی تازه خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی هستم در کنار جناب امان الله قهرمان که مربی یوگا و مربی زندگی در حقیقت هستند و من روانشناس و روان درمانگر. این دیدگاهی تازه در حقیقت مباحثی رو ما نگاه میکنیم که از دیدگاه روانشناسی، دیدگاه های کوچینگ، دیدگاه های معنویت، این سه تا دیدگاه در حقیقت در کنار هم میاریم برای شما عزیزان. امروز گفتاری داشتیم با جناب قهرمان که چطور میشه که همه اشخاص در یک زمانی برهه زندگی دنبال شاید مستری، کمالگرایی در یک فضایی هستند و بعد کجا میشه که گروهی خودشون رو استاد صدا میکنن و میرن به جایگاهی میرسن که نه تنها خودشون رو صدا میکنن، نه فقط استاد به عنوان کسی که مربیه یا پروفسور دانشگاه یا معلمه، ولی جایگاهی که یک نفر عملا به اون استادی میرسه رو میخوایم باز بکنیم. خوش آمدید جناب قهرمان. سلام به شما و سلام به همه عزیزان در هر جای دنیا که هستن. خب وقتی که صحبت مستری میشه، یک نفر رو صدا میکنن ماسترو، ماستر، استاد، میتونید در قسمت های مختلف ما اینو من فکر میکنم که جور متفاوتی میبینیم. مثلا کسی که استاد دانشگاه است فوری صداش میکنن استاد، خیلی از کسانی که حالت مربی دارن اون رو صدا میکنن استاد. ولی مثلا وقتی که تو موسیقی داریم نگاه میکنیم، در هنرها نگاه میکنیم، برای شخصی که لقب استاد رو بگیره و نه به حالتی که ما ایرانی ها کلن هر کسی رو صدا میکنیم چون میخوایم بهش احترام بگذاریم، در حقیقت صداش میکنیم استاد، ولی چه جایگاهی هستش که یک شخص رو یک جامعه در حقیقت میشناسه، نه تنها اون مهارت ها رو خود اون شخص داره و چجوری داره اون مهارت ها رو استفاده میکنه، بلکه ورای اون شخص گروه دیگه ای هم اون رو در اون جایگاه استادی ممکنه ببینن و چه مراحلی در حقیقت در زندگی ما و در کاری که داریم انجام میدیم باید انجام اتفاق بیفته که ما رو به اونجا برسونه. اخیراً سالهای اخیر یه سری کتابهایی که در زمینه مستری و استادی نوشته شده که و در موردش حتی استادیای مختلف کردن که معمولاً چقدر ساعت میبره تا یه نفر به مرحله استاد، چقدر زمان میبره، و این رو هم از دیدگاه تاریخی نگاه کردن و هم از دیدگاه به حساب ساینتیفیک که نگاه کردن، یه عددی حدود 10,000 ساعت. یعنی اگر شخصی 10,000 ساعت از زندگیش رو وقف یک کار به خصوصی بکنه، در از نظر توانایی های مهارت های اون کار به استادی میرسه. یه تعریف غربیشه که هستش و خب توی شرق ما خیلی از رشته های مختلف رو اگر کسی میخواست یاد بگیره باید میرفت شاگردی میکرد. معمولا این شاگردی 7 سال طول میکشید و توی اون 7 سال اگر حساب بکنیم تقریبا طرف و اکثر این رو وقتی نگاه میکنیم کنار هم میذاریم ببینیم تقریبا طرف برای اون 7 سال پولی از کسی که آموزش بهش داده و استادش بوده نگرفته، ولی در عوضش یاد گرفته اون مهارت رو و حالا میتونه ادامه بده. عین همین در قرون دوره رنسانس بود. لئوناردو داوینچی یکی از نمونه های اون بود که خودش چجوری شاگردی کرد و زمان یکی از استاداش فکر میکنم پروکیو بود. و وقتی شما نگاه میکنیم میبینین که این دورانی که شخص به عنوان اپرنتیس یا کسی که داره کارآموزی میکنه، اون دوران معمولا حدود 7 سال هست و بعد از اون 7 سال حالا چقدر دیگه عمرش تو اون کار بگذاره بر حسب این که چقدر تأثیر توی جامعه خودش و تاثیرگذاری نه فقط تو اون رشته که تدریس میکنه، بلکه حتی فردی میشه که تو نه تنها تو زمینه کار خودش
بلکه تو زمینه مثلا فرض بگیریم اگه لئوناردو داوینچی یکی از تخصصاش یکی از کاراش نقاشی بود یا مجسمه سازی بود، در این حال فوق‌العاده توی آناتومی تخصص داشت و کارا و اسکچایی که از روی آناتومی زده اصلا فوق‌العاده است و دقتی که به خرج داده. و زمانی که پیش استادش بود پیروکیو، وقتی دید که یه همچین کاری داره میکنه، خیلی از کارهای به حساب مثلا سفارش هایی که میگرفت، یه سری از مثلا فرشتگان رو که بچه های کوچولویی بودن میداد به داوینچی کار میکرد و داوینچی آنچنان پوست اینا رو کار میکرد و لایه لایه رنگ روی هم میگذاشت که یک گلو، یک نوری انگار از پوست اینا میامد بیرون که پیروکیو متوجه شد با یه آدم استثنایی داره برخورد میکنه. ولی تمام اون دوران شاگردی رو کرد و خب یکی از بهترین نمونه های اساتیدی که همین اخیرم واقعا فکر نمی کنم که هیچ جوری بشه بیان کرد جایگاهی که ایشون برای خودش به وجود آورد، استاد شجریانه، محمد رضا شجریان، که بیشتر از 61 سال توی این کار زحمت کشیدن و حتی قبل از 19 سالگیشون ایشون کار چیز رو انجام میدادن، حتی قرآن رو با صوت خیلی زیبا میخوندن. نشون دهنده اینه که ایشون بیشتر از 61 سال این کار رو انجام دادن و خب شما وقتی سطح مقدار کاری که ایشون انجام داده، یا مثلا وقتی نگاه میکنین که پنج بار در سطح جهانی صدای ایشون رو وقتی مطرح به ایشون به عنوان کسی که یه رنج کامل صوتی رو داشته، ایشون تنور میخوند ولی رنج کاملی رو که داشته، پنج سال در سطح دنیا این تایید شده، برنده شده و به عنوان بهترین در جایگاه خودشون، که حتی تو اون لیست که شما نگاه میکنین اون آقایی بود که اپرا میخوند، پاوراتی شماره 4 تو اون لیست، یعنی ایشون شماره 1، پاوراتی 4. خاطر به مقدار زیادی اون صدای ایشون، پاوراتی خیلی معروف بود برای هایسی خوندن و ربنایی که استاد خوندن، مقدار زمانی رو که هایسی رو که نگه داشته بودن خیلی ورای پاوراتی بود. و بعضی از غیر از حتی ربنا، وقتی که داشتیم میدونید مترونوم هستش که میتونید نگاه کنین چه مقدار اون رنج میره بالا، بعضی از ترانه هایی رو که حتی خونده بودن وقتی داشتیم نگاه میکردیم به هایدی و ای میرسید که کسی فعلا توی دنیا نبوده که اون رو بتونه انجام بده. در نتیجه درست میفهمه. ولی میتونم قهرمانی که چیزایی رو که برای من جالب بود تو صحبت هایی که داشتین میکردین و بعد در دیداری، در نگاهی که به عنوان اینی که یک شخصی رو کجا میشه که به اون کمال میرسه یا به استادی میرسه، یکیش اینه که خب یک سری مسائل رو داره یاد میگیره، همونطور که شما فرمودین فنی که در دنیا هست رو داره از یک معلم دیگه یاد میگیره و اون رو به بهترین وجه خودش که در اون زمان میاد داره انجام میده. ولی تا اونجا هم به نظر نمیاد که حالا اگرم صدا کنن استاد، اون نبوغی رو که حالا آدم ها دارن نگاه میکنن تو بعضی از این اشخاص کافی نیست. بعد از اینی که اونچه که در دنیا هست و از معلم خودش و از استاد خودش داره یاد میگیره، از اونجا میره در یک بعد دیگه، یعنی اون خلاقیتی رو که برای خودش وجود داره تازه اونو میبره توی بعد دیگه.
و اونجاست که میبینیم که کجا هستش که تکامل پیدا میکنه توی آنچه که هست و بعد اجازه به خودش میده از اونجایی که هست یک چیزهای دیگه ای رو تغییر بده. من یک مصاحبه ای کردم در حدود فکرم 2013 بود، 7 سال پیش بود، و من این شانس رو واقعا داشتم که جناب استاد شجریان با هیچ، چون تشریف میبردن با هیچ کسی در لس آنجلس مصاحبه نمیکردن در هیچ رادیو تلویزیونی، و من این شانس رو داشتم به خاطر اعتمادشون به من که من اولین و شاید آخرین ارتباطی رو که داشتیم، یعنی مصاحبه‌ای که در اینجا انجام شد رو من باشون انجام دادم. و جالبه که سازهایی رو که ساخته بودن و وقتی که داشتیم صحبت میکردیم میگفتن من در نوت موسیقی و سازهای موسیقی که این همه سال داشتم باش کار میکردم و بعد نگاه میکردم به اینی که سازهای غربی چه صداهایی دارن که ماها نمیتونیم با سازهایی که امروزه توی ساز ایرانی داریم بتونیم در بیاریم. در نتیجه شروع کردم ساختن سازهایی که در حقیقت بتونه صداهایی رو انعکاس بده که ماها احتیاج داشتیم که بست بدیم موسیقی ایرانی رو. و اونجاست که میبینیم که اون imaginative work، اون کاری که ما میتونیم بکنیم که گسترش بدیم آنچه که هست رو از فضای دانشی که مهارت پیدا کردن تو دانشی که هست و بعد گسترشش دادن. این یکی از اون اصولیه که من صادقانه فکر میکنم که مهم وقتی که ما اون مستری رو داریم یاد میگیریم، مستری در آنچه که هست و بعد آوردن خود وجود اون شخص و انتخابش به اینه که اون رو در چه مسیری رشد بده، فکر میکنم خیلی مهمه. 100%. و یه نکته که همون که شما اشاره کردین، خلاقیت. و بعد این خلاقیت دیگه فقط در اون حوزه‌ای که ایشون هستش نیست، شروع میکنه اون خلاقیت جاهای دیگر هم میگیره. و شما تمام اساتید بزرگی رو که توی تاریخ نگاه میکنی میبینی این شرایط رو داشتن، یعنی داوینچی فقط توی یه بُعد نیست، میبینی توی ابعاد مختلف، حتی اسکچ‌هایی داره برای پرواز کار کرده، چیزهایی میساخته که اصلا ابعاد عجیب غریب، میتونسته قطعات بزرگ بسازه که هیچ کس اون موقع حتی فکر نمیکرد این همچی چیز رو میشه ساخت. و جناب شجریان، استاد شجریان، یکی از نکته هایی که تو کارشون بود این بود که من خودم رو اصلا در مورد موسیقی اصلا در جایی نمیدونم که این رو بگم، ولی چیزی رو که میخوام بگم در اون قسمتیه که ایشون در جایگاهی این کار رو میکردن که کار خودشون رو اول به اعلا رسیدن، یعنی به حدی که خب تو اینجا دیگه در سطح دنیا شما چند نفر میشناسی که صدای خودشون رو در اون سطح پروروندن؟ یه پرورشه و یه همچین پرورشی دیسیپلین میخواد، یه کار مداوم هر روزه میخواد و فقط هم به خوندن رب نداره، باید حواسشون به غذاشون، باید حواسشون به خوابیدنشون، به همه این چیزا باشه تا این آلتی رو، آلت موسیقی رو که ساختن و سالها روش کار کردن بتونه کار بکنه. یکی از صحبتهایی که هستش اینه که اکثر کسایی که توی علم بلکانتو یا زیباخوانی ایتالیایی صحبتشو میکنن میگن مکسیموم سن 70ه. ما میدونیم جناب شجریان بعد از 70 یعنی 10 سال گذشته سری کارهای فوق‌العاده ایشون انجام داده. به همین دلیل اصلا میگم من چون بضاعت علمی موسیقی ندارم زیاد نمیتونم صحبت کنم، ولی چیزی که برای من ایشون رو به عنوان یه نمونه یک استاد واقعی هستش، در این حال وقتی که شخص تو کار خودش نه تنها تخصص که پیدا میکنه، بعد جایگاه اجتماعی خودش انگار به جایی میرسه که حالا به خاطر اون جایگاه اجتماعی میایسته برای یک سری باور، برای یک سری پرنسیپال، برای یک و اون رو هم ما تو تاریخ تو همه استادای بزرگ میبینیم که ایشون هم یکی دیگه از نمونه هاشه.
از مواردی که خیلی جالب بود برای من این هفته که داشتم نگاه میکردم به کسانی هستن که میدونین میان توی زندگی آدم و نقشی رو در حقیقت به وجود میارن، مثل این که میگن که یک جابهای شیرینی رو میذارن و اون جابهای شیرین رو نگاه میکنیم. مثلا شما نگاه میکنیم به سری اساتیدی که داشتین توی زندگیتون داشته و مشوق شما بودن، یعنی اصلا به خاطر اونها شما یک دفعه عاشق اون کار شدید، درسته؟ من یادمه که یک روانشناسی داشتم خودم که معلم من بود، شما میشناختینش، رودا. من وقتی بله. که زن رودا من وقتی که مثلا این زن رو نگاه میکردم، گوش میدادم، در کنارش بودم، شاید این تنها کسی بودش که من دیده بودم تو تمام زندگیم و روانشناسا، و من با خیلی از اساتید روانشناسی کار میکنم، مصاحبه باشون کردم، ازشون یاد گرفتم، و این هیچ خودش رو به عنوان یک استاد نمیدونست به اون معنا. ولی جالب بود امان، به خاطر اینه که این آدم میشست و به زبان دیگه، این 2 سال رفته بود برزیل و زبان اسپانیایی و برزیلی اصلا بلد نبود، فقط و فقط زبان انگلیسی بلد بود، و 2 سال رفته بود برزیل که کمک بکنه به کسانی که فقیر بودن برای در برزیل، و بدون اینکه زبان داشته باشه روان درمانی های عمیق انجام میداد. و وقتی ازش پرسیدم چطوری تو این کارو میتونستی انجام بدی، میگه ببین، برای روان درمانی اینه که گوش بدی به طرف و طرف حس کنه که تو فهمیدیش، و از گفتار خودش وقتی میدونه که تو با عشق داری بهش گوش میدی خودش حل میکنه. و میگه فوشان، باورت میشه که من میفهمم اینا رو بدون اینی که حرفی به، یعنی بدون اینکه لنگویجشون رو بفهمم، میفهمم، بعد به انگلیسی جواب میدم، بعد اینا میفهمن. میگه من از این موقع ها من فکر میکردم مگه امکان داره، فقط تصور منه. بعد مثلا بعد از چند جلسه یکی از این کسانی که مترجم بود میمن میشست و بعد میگفتم همه چیزایی که من فهمیدم درست بوده، همه چیزایی که این فهمیده درست بوده، یعنی یک زبان دلی اونجا داشته حرف میزده که این زبان دل کار خودشو داشته انجام میداده. و من خیلی افتخار میکنم که استاد من بود و سوپروایزر من بود، به من این همه یاد داد، و تو زمان این که داشتیم این کار رو میکردیم هم برصد به عنوان تمرین تراپی هم داشت رو من انجام میداد، و واقعا تجربیاتی که من از این آدم گرفتم خیلی خیلی عالی بوده. و اتفاقا اون و کسان دیگه ای که توی زندگی من به اینجا رسیدن جایگاهی رو باز کردن که نه تنها فکر میکنم که اون روان درمانی رو تونستم که خیلی عالی یاد بگیرم و بعد گسترش پیدا کرد به مدلی که درست کردم. قسمت دیگه ای رو که از این اشخاص اساتید دیدم، و خیلی از کسایی که شما حتی در معنویت هم میگین مثلا طرف گروه استادیه که آدم ها، مثلا من شنیدم میگیم رفتم کنارش نشستم، فرقی نمی کرد، این فقط تو سکوت بود و به من نگاه میکرد و یک دفعه من این عشق رو گرفتم. اینی که این راجع به استاد شجریان میفرمایین، من خودم چون سنم پایین بود اومدم اینجا، من موسیقی سنتی ایرانی توی زندگی من اونقدر نبود و اصراری هم نداشتم، علاقه ای نداشتم. و جالب بودش که زمانی که با خود ایشون آشنا شدم این حالت بود، یعنی با فضای کسی که میدونه کجاست ولی با فروتنی کامل در این فضا فقط نشسته و عشقش رو میده. اصلا مطرح نیست که کیه، مطرح اینه که در کنار تو عشقش رو داره میده. یادم در یک فضایی بودیم که اتفاقا برای ایشون مهمونی رو گرفته بودن و تمام اشخاصی که اونجا بودن، یعنی 20 نفری که اونجا بودن که همه هم اساتید بودن، اونها داشتن یک جوری با ایگو داشتن حرف میزدن، حالا خود استاد اونجا نشسته راجع به استاد حرف میزدن، ولی هر کسی داشتون فضای مرکز رو میگرفت که خودشو نشون بده. و من شانسی داشتم که تو جایی که نشسته بودیم برای اینکه میز نهار خوری که بشیم، من بغل دست ایشون نشسته بودم. اصلا این حسی که احتیاج هست که من خودم رو نشون بدم یا در اونجا باشم، و بعد دریافت تک تک آدم ها. یه دفعه میدیدین کسی بودش که داشتن، یه خانمی بودن که مال مکزیک بودن و داشتن سرو میکردن اونجا، جوری که یک دفعه به ایشون نگاه میکرد و ازش تشکر میکرد، ازش درخواست میکرد، یا برمیگشت با من به هر کسی، و بعد نگاه میکرد که یک چیزی در وجود انسان ها هست که
فضای وصل شدن، فضای از قلب آمدن و فضای مهارت داشتن و رشد کردن، انگار همه اینها در کنار همه و حتی اون رشد کردنه فقط مال من نیست. این نیستش که من میخوام رشد کنم واسه خودم، اینو بدی من، مال من، این مال منه، به من نگاه کنی، من 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 من، این توش نیست. یه حالتیه که من دارم رشد میکنم برای ما، دارم یاد میگیرم برای ما و هر چیزی که دارم دریافت میکنم برای ماست. و این رو خیلی میشه حس کرد در، میگم، اساتیدی که ماها استاد مینامیم و بعد در زندگی ما، در قلب ما در حقیقت تأثیر گذارن. دقیقا. یکی از تعریف های خیلی قشنگی که به نظر من در مورد مستری و استادی اوشو داره، اوشو یه تعریف خیلی قشنگی داره، میگه یه مستر کارش اینه که ذوق پروانه شدن رو تو دل کرم ابریشم ایجاد کنه. یعنی فقط هست، با پروانه بودن خودش به او یادش بندازه که چه توانایی هایی تو وجودش هست تا اونو متبلور کنه. و استادای واقعی اینطوری هست. و شما وقتی سعادت برخورد نزدیک باهاشون داری اینو حس میکنید. یه دم هستن که اداشو در میارن، اونا هم کاملا مشخصه و فرقشو آدم قشنگ حس میکنه. و بله، تفاوت اینه کسی که استاد میشه در یک مهارتی و یا کسی که استاد میشه که نه تنها مهارت رو داره بلکه یک خلاقیتی به وجود میاره و اون خلاقیت رو در فضای جمعی و برای همه داره استفاده میکنه. و به نظر میاد اونهایی که تو قلب همه ما ها میمونن گروهی هستن که از قلبشون میان و به قلب ما هم مینشینن. اگر که گفتاری برای اتمام این صحبت ها دارین بفرمایید و دیگه بتونیم با دوستان خداحافظی بفرمایید. من فقط یک شعر از حافظ اومد به ذهنم و اون اینه که گوهر معرفت اندوز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. هرچی که ما توی این زندگی جمع میکنیم به عنوان دارایی های معمولی، اونا همه میمونه برای دیگران، ولی چیزی که ما با خودمون میبریم اون رشد و معرفت و درک و آگاهیه. و ایشون نمونه یکی از افرادی بود که اون درک و آگاهی رو نه فقط توان مهارت‌هاش رو ایشون اضافه کرده بود، بلکه به عنوان یک انسان والا و واقعا اون استندی که ایشون برای نه تنها موسیقی بلکه انسان ایرانی و ایرانی داشتم فوق‌العاده است. واقعا جای ایشون خالی نباشه، چون در دل همه ما هست و امیدوارم عزیزانی که بهشون نزدیک بودن بتونه دلشون آروم بگیره با وجود اینکه ایشون دیگه فیزیکلی با ما نیستن، ولی تأثیر بزرگی رو همه ما گذاشت و در قلب همه ما ها جا دارن و همیشه بهترین های ایشون با بهترین های صدا و مهرشون در قلب ما وجود داره. ممنونم ازتون، مرسی از همه شما که شما هم با قلبتون به ما گوش دادین. تا هفته آینده در دیدگاهی تازه. Thank you.